「ファクファクファクファク」<music> <music> به نام خدا سلام و عرض ادب و احترام خدمت شما شاگردای عزیز و گرامی سنف نهم امیدوارم که جانتان جور و صحتمند باشید شاگردای عزیز و گرامی به مضمون ریاضی بسیار زیاد خوش آمدید <applause> شاگردای عزیز و گرامی ما و شما مضمون ریاضی سنف نهم با هم دیگه درست است فصل چندم هستیم فصل هفتم در فصل جدید شروع میکنیم با عنوان چی؟ با عنوان معادلات یک مجهوله درجه دوم سیست؟ ما و شما قبلا در سنف قبل ما و شما معادلات یک مجهوله درجه اول خواندیم یا یک متحوله سیست؟ یک متحوله یا یک مجهوله فرق نمیکنه و درجه از او چند بود؟ درجه از او یک بود حال امثال موقع شما چی رو میخوانیم؟ معادلات درجه اول یک مت... درجه دوم یک متحول است. هست درجه دو است درجه رو میفهمید درجه یعنی چی درجه یعنی توان متحول x یا هم x ما و ماش هم و وای ما وشما فرق نمیکنه متحول ما هر چی باشه که معمولا ما با چی نشان میدیم با x نشان میدیم صحیح یعنی توان ما و شما چند است دو است و فقط یک متحول داریم فقط x داریم یعنی هم x هم وای نداریم یا فقط x است یا فقط y است صحیح پس معادلات درجه دوم یک متحوله یا یک مجهوله که فصل جدید ما شماست که ما به خیر میخوانیم اما درس اول ما شما امروز است و عنوان هایی که ما شما باید امروز بخوانیم سیست. چرا میخوانیم؟ اول معادلات یک مجهوله درجه دوم تعریف میکنیم که به کدام معادله اصلا میگیم معادله درجه دوم یک متحوله یا یک مجهوله سیست. و بعد از او حل معادلات میخوانیم که وقتی میگه ایره حل کو یعنی چکار کو؟ درست است؟ و در آخر هم ما یک چند مثال کار میکنیم که و بفهمی که معادله درجه دوم یک مچوله را چه ما و شما باید کار کنیم و حل کنیم درست است خب شاگرد عزیز قبلی که بریم درس شروع کنیم کارخانگی درس گذشته را قرار بود که شما با ما روان کنید از طریق چی از طریق واتس نمبرش هم 20964 780 255 40 13 اگر کدام سوال، کدام مشکل یا کدام پیشنهاد و انتقاد دارید میتونید با ما در ارتباط شوید. از طریق هم نمبری که به شما خواندم. درست است شاگرد عزیز؟ پس شاگرد عزیز و گرامی همراه ما باشید. شاگرده عزیز و گرامی درس امروز ما با شما چی است؟ معادلات درجه دوم یک متحوله یا یک مچهوله درست است؟ پس من نویشتر میکنم سر تخته معادلات درجه دوم درجه دوم یک متحوله یا یک مشهوله فرق نمیکنه. خب شاگرد عزیز پس معادلات درجه دوم یک متحوله اگر یادتان باشد در درس های قبل یا سال گذشته درست است ما شما چی داشتیم معادلات درجه اول یک متحوله رو داشتیم اگر یادتان بیاید چه این معادله رو ما میگفتیم معادله درجه اول سه به عنوان مثال دو ایکس جمع سه مساوی با عبده این را هم و شما داشتیم دو ایکس جمع سه مساوی با عبده یک معادله چی است معادله درجه اول یک متحول است چرا یک متحوله؟ فقط ایکس داریم چرا درجه اول چون توان ایکس ما و شما چند است یک است بلندترین توان ایکس ما و شما یک است توان دو ما نمیتونیم داشته باشیم درجه عمو توان ایکس بود دیگه یادتون باشد در سنف فشتم ما و شما درجه یک چند حد در خواندیم یک یک حد دو حد سه حد است درجه یعنی چی درجه یعنی توان عمو متحول که بلندترین توان میشه سیست خب حالی دو ایکس جمع و عبده یک چی است معادله درجه اول است که معمولا یک متحولش هم نمیگن دیگه میگن معادله درجه اول معادله درجه دوم سیست حالا خیر ما بگیم مشکل هم نیست یک هم میگیم حالا 2x جمع سه است با ابدار کا یاد داره کار کنی؟ جواب شو دریافت کنی بله چی است به شکل است دیگه یا تا سه مثبت میتونیم دوباره انتقال بدیم و شاید چی منفی سه پس میشه 2x مساوی با ابدا منفی سه پس دو x ما و شما چند میشه ابدا منفی سه چند است ابدا مثبت است سه منفی است از هم کم میشه میشه 14 عدد بزرگتر 14 مثبت حال اطراف تقسیم بر چند تقسیم بر ضریب x ضریب x ما شما چند است دو تقسیم بر دو میسازیم اطراف تقسیم بر دو شاگرد عزیز پس دو با دو خلاص و x ما شما چند میشه 14 بر دو میشه هفت سیست پس جواب ما شما هفت است جواب ما ایر یا ایر قبلا گفتیم دیگه نه وقتی میگیم که این مدل کارکو و جوابش دریافت کو یعنی باید ایکس تنها بسازی تو ایکس تنها کی شد مسائل بر او بر یک عدد میشه و اون چی میشه جواب ما و شما میشه یعنی چه جواب یعنی هفت ما اگر قیمت گذاری کنیم در این اول مساوی بر قرار میشه هفت قیمت گذاری کنیم چقدر در عزیز دور به جای باید هفت بونیم بین دو و ایکس هیچ علمنی است چه عملیه, عملیه است عملیه ضرب صاف دارید. پس میشه دو ضرب در هفت جمع سه مساوی با عبده چک میکنیم درست است یا نه رو حساب کنیم دو زب در رفت چند میشه دو زب در رفت پس این میشه 14 14 جمع سه مساوی با ابده که میبینیم صحیح است چارده جمع سه. اگر جمع بسازی هر دو هم علامت هستن پس چی میشه این هر دو میشه ابده پس 17 مساوی با 17 صحیح پس شاگرد عزیز این چی بود معادلات درجه اول و تا نیستیم کار کنیم یادتون نستگه نه این در, چی؟ در سال قبل خونده ما و شما اما معادلات درجه دوم چی رقم است؟ البته یک متحول شد دو متحول فعلا کاری نداریم میگه معادلات درجه دوم یک متحول معادلاتی هستند که توان متحول ما و شما دو است درجهش دو میشه سعیست بلندترین توان میشه دو یعنی درجه یک هم میتونه داشته باشه درجه دور هم صد فیصد داره پس ما یه پاک میکنم شاید عزیز و به این میکنم این یادتان دیگه نه این معادلات درجه اول باید یاد داشته باشین شاگرده عزیزا معادلات درجه اول ما و شما خواهی یاد داریم دیگه نه چون ما و شما شاگرده عزیز چون ما و شما در حل معادلات درجه دوم از معادلات درجه اول کمک میگیریم یار باید یاد داشته باشین با خاطر ما یاد آوری کردم که یادتون بیاید سعیست؟ خب ما و شما به میگیم معادلات درجه دوم یک متحوله فرم استانداردش یا استانداردش به این شکل است دقت کنید ایکس مربع جمع بی ایکس جمع سی مساوی است با صفر دقت کنید شاگرد عزیز ای بی و سی سه تا عدد هستند به عنوان مثال دقت کنید دو ایکس مربع جمع شش ایکس منفی پنج مساوی است با صفر یک چیز شاگرد عزیز یک معادله درجه دوم یک متحوله است یک متحوله چرا متحول چون فقط متحول ما و شما اکس است درجه دوم چرا چون ما و شما چیزی داریم بلندترین توان متحول ما و شما x دو از است پس میشه درجه دوم یک متحوله دو x مربع جمع 6 x منفی 5 مساوی است با صفر خب شاگرد عزیز دقت کنید ده این معادله که من نوشته کردم ای چند است ای گفتم چی است ای یک عدد است که در x مربع ضرب شده در x مربع ما و شما چی ضرب شده در اینجا در اینجا دو است آفرین پس ای ما و شما چند میشه دو و بی چی است بی شاگردای عزیز عددی است که در ایکس ضرب شده سعی است در ایکس به توان یک دقت کنید واسه چون غلط نشود ا عددی است که در ایکس به توان دو ضرب شده بی عددی است که در ایکس ضرب شده سعی است در ایکس چی ضرب شده مثبت 6 یعنی علامه از 6 است مثبت 6 پس بی ما شما چند است بی ما و شما مثبت 6 است و سی چی است فی در آخر است یک عدد تنهاست ایکس اج نداره متحولش نداره سعی است پس فقط منفی پنج ما و شما میشه سی ما و شما این منفی را علامه عزیز سیست پس میشه سی ما و شما مسایست با منفی پنج خب شاگرد عزیز پس یک معادله درجه دوم یک متحول ما و شما داشته باشیم باید A, B و C تو بتانی تشخیص بتی و نوشته کنی سیست خب اما یک نکته بسیار مهم شاگرد عزیز در این بچه پس چه شد دقت من نوشته میکنم این نامش هست فرم استاندارد معادله درجه دوم یک متغیر به این شکل است یک نکته دقیقی است بسیار مهم است دی فرم استاندارد که ما و شما داریم a ای ما و شما صفر شده نمیتونه یعنی a ما و شما 100 درصد چی است صفر نباید باشد خلاف صفر است اما چرا چرا خلاف صفر است چون اگر a ما و شما صفر باشد به جای اگر سه به جای دو بونون میفهمند ما صفر بونون صفر, صفر باشد 0x برابر با جمع 6 5 چرا معادله درجه دوم نمیشه چون صفر زب در ایکس مربع چند میشه؟ صفر ضبط در هر چیز شوه چند میشه؟ آفرین صفر میشه صفر ضبط در ایکس مربع صفر میشه و این خلاص میکنه و دیگه ما شما چی داریم؟ 6x به توان یک منفی 5 مساوی با صفر یک معادله درجه اول میشه درجه دوم نمیشه سهیست؟ پس در معادله درجه دوم یک متحول فرم استانداردش به این شکل است ای ایکس مربع جمع بی ایکس جمع سی مساوی با صفر که ای ما و شما نباید صفر باشد یعنی خلاف صفر باشد صحیح است چرا دیگه نه اگر ای صفر باشد ایکس مربع خلاص میکنه و دیگه باز ما و شما چی داریم معادله یک متحوله درجه اول داریم ولی ما درس ما و شما چی است معادله درجه دوم یعنی توان ایکس ما و شما باید دو باشد پس ای نمیتونه صفر باشه بی و سی چی؟ بی و سی میتونه بی میتونه سی صفر باشد سی هم میتونه صفر باشد با عنوان مثال یک مثال کار میکنیم دقت کنید با عنوان مثال ما شما داریم منفی x مربع جمع 6 مساوی با صفر خب چاگرد عزیز یک معادله چی است معادله درجه دوم یک متحوله است ای بی سی رو باید شما تشخیص بدین ای چند است ای ما شما چند است چاگرد عزیز ای ضریب x مربع است گفتیم عددی در x مربع ضرب میشه چی عدد در ایکس مربع ضرب شده عدد ندارد ولی ما و شما میفهمیم در پشت سر یک تا عدد یک همیشه وجود دارد صحیح پس اینی یک تا منفی یک بوده یعنی منفی هم دیگه پس ای ما و شما منفی یک است آفرین پس ای منفی یک بی چند نشه شاگرد عزیز بی چند میشه بی رو دریافت کنید بی گفتیم ضریب ایکس از 6 نیست دقت کنید عددی که در ایکس ضرب شده صحیح است عددی که در x ضرب شده اج سوال ما شما x ندارد یعنی 6 6 اگر تناست یعنی 6 پس کدام است 6 سی است C چی بود اگر تنا در آخر بود نه پس مثبت 6 ما شما سی میشه پس C ما و شما 6 است اما b b عددی که در x ضرب شده معادل ما شما اج x ندارد پس b وقت ندارد b صفر بوده صحیح است پس b چند است b صفر است پس a شد منفی 1 b شد صفر و سی ما و شما شد چند مثبت 6 فهمید چی رقم شد دیگه نه خب شاگردای عزیز و گرامی دقت کنید ما به شکل تعریف میکنیم معادله درجه دوم یک متحوله ای که گفتیم که ای که نمیتونه صفر باشه صحیح در هر دو فرق نمیکنه آلی در معادله اول چی است بی و سی غیر صفر هستند وجود دارند به این میگه معادله درجه دوم یک متحوله کامل یعنی تمام زراعی وجود دارد اما دایی چی میگیم یک معادله درجه دوم یک متحوله ناقص سیس ناقص است یعنی بی ما و شما صفر است بی صفر باشد یا سی صفر باشد اگر سی هم صفر باشد او چی میشه او هم ناقص خوانده میشه سیس پس اگر هم ای هم بی هم سی وجود داشت و غیر صفر بود با او میگیم معادله چی کامل و به یا میگیم معادله ناقص با ما شما یک معادله میتن میگه این کامل است ناقص باید بفهمیم از کجا میفهمیم اگر بی یا سی صفر باشد میگیم ناقص است یا دوش صفر باشد فرق نمی کنه ناقص است ولی اگر هیچ کدامش صفر نباشد یکی صفر شده نمیتونه بین بی وسیع. اگر اونم صفر نباشد میگیم معادله چی است معادله کامل است درست است خب پس اینو فهمیدیم یک تا دیگه ما کار میکنیم شاگرد عزیز دقت کنید به عنوان مثال ما و شما داریم منفی 3x مربع مساوی با 2x به شکل است گفته ای بی سی رو دریافت کن خب شاگرد عزیز دقت کنید یک نکته بسیار مهم است نکته همیست است که باید به فرم استاندارد ما و شما نوشته کنیم یعنی یک طرف باید صفر باشد همه عناصر همه حد داره در یک طرف باید انتقال بتیم بعد ABC رو دریافت کنیم صحیح است این به شکل ما و شما داده یعنی دو ایکس ما و شما باید بریم در سمت چپ تساوی و او بر مساوی با صفر بانیم پس این ما به شکل ای تبدیل میکنیم شکر عزیز دقت کنید این به تبدیل میشه منفی سه x مربع 2x علامه 60 مثبت است که با انتقال بدیم در سمت چپ تساوی چی میشه میشه منفی دو x منفی 2x مساوی با دو برای هیچ... هیچ چیز نمیمونه صفر نمیشه میکنیم حال استاندارد شده استاندارد یعنی یک طرف باید صفر باشد پس ای بی سی رو دریافت میکنم ای ما و شما چند است ای ضریب x مربع است x مربع ضریب چند است آفرین منفی 3 پس منفی سه. بی چند است بی گفتیم ضریب x است عددی که در x ضرب شده باشد در x چی عدد ضرب شده؟ منفی دو پس b مو شما میشه چند؟ منفی 2 و سی مو شما چی است؟ c گفتیم یک عدد تنها که در آخر نوشته میشه. ما و شما یک عدد تنها در آخر نداریم پس c مو شما سفر است. آفرین. پس c مو شما شد صفر پس a منفی 3، b منفی دو و سی مو شما صفر خب شاگردای عزیز این معادله که نوشته کردم آیا ای کامل است یا ناقص است؟ بگین شما. آفرین چی است ناقص است چرا چون سی مساوی شده با صفر خب شاگرد عزیز پس فهمیدیم ما معادلات درجه دوم یک متحوله را فهمیدیم فرم استاندارد به چه شکل است ABC را باید بتونید دریافت کنی ناقص و کامل هم فهمیدیم درست است اما عالی معادله که ما شما داده ما فقط در شناختیم چه رقم میره کار کنیم درست است یک منظر کار کنیم که جوابش دریافت کنیم درست است در عزیز که او باز ما شما در چه در درس بعدی ما شماست که ما کار میکنیم پس عنوان اول درس ما شما فقط معادله درجه دوم یک متحوله که بشناسیم چی است کدام معادله رو ما و شما میگیم درجه اول یک متحوله که دیدیم صحیح باید چی باشد توان ایکس ما و شما یا باید متحول ما شما دو باشد بلندترین توان دو باشد به با اون میگیم معادله درجه دوم یک متحوله ای بی سی را باید بتونید دریافت کنید درست است پس عنوان اول درس ما شما همین بود که خواندیم خب شاگرده عزیز و گرامی پس عنوان اول درس را خواندیم معادلات درجه دوم یک متحوله یا یک مجهوله را خواندیم و شناختیم که A چند است B چند است و C چند است معادلات کامل کدام است معادلات ناقص کدام است درست است اما عنوان دوم درس ما و شما عنوان دوم درس ما و شما چی است حل معادلات است یعنی وقتی میگه معادله را حل کو چیکار کو درست است پس میریم سر تخته و این ای بخشم بخش شروع میکنیم و با هم دیگه میخوانیم پس شاگرده عزیز و گرامی همراه ما باشید خب شاگرده عزیز و گرامی عنوان دوم درس امروز ما و شما چی است حل معادلات است یک معادله درجه دوم یک متحول اگر ما و شما داشته باشیم حال سوال ما شما گفته ایره حل کو یعنی چی اگر یادتان باشد در معادلات درجه اول یک متحوله گفتیم وقتی میگیم حل کو جواب یعنی جواب دریافت کو معادله در حل کو یعنی چی یعنی که یک تا عدد دریافت کو که به جای یک ما و شما اگر قیمت گذاری کنیم و او چی شوه معادله رو به ما حل کنه یعنی چی یعنی تساوی برقرار شوه و دیدیم که چه رقم کار میکردیم سیست اما در معادلات درجه دوم یک متحوله معنای حل کردن همیست یعنی تو یک تعداد دریافت کو به جای متحول قیمت گذاری کو او عملیات ریاضی را انجام بده و تساوی چی شوه برقرار شوه ولی روش حلش مثل معادلات درجه اول نیست درجه اول بسیار آسان بود دیگه ما با تنها ساختیم اما در اینجا ما شما این کار کردن نمیتونیم سیست پس دقت کنید یک تا مثال ما کار میکنم مثال با ما و شما سوال به شک داده گفته که عددی را دریافت کنید میگم عددی را دریافت کنید که عددی را دریافت کنید که چی باشد که مربع آن دوازده واحد از خودش بزرگتر باشد سایست. پس سوال به ما بایش شما به شکل داده گفته عدد رو دریافت کنید که مربع آن یعنی یک عدد که مربع بسازیم این توان دو بسازیم از خود عدد دوازده واحد بیشتر باشد سایست خب این اگر ما کار کنم این ما شما میتونیم به یک معادله نوشته کنیم سایست یک معادله نوشته میکنیم و این را باید کار بسو... کار کنیم و جوابش دریافت کنیم خب حلش به شکل است ما عدد مورد نظر نامش ریکس میگیرم عدد مورد نظر عدد که از ما شما سوال من نامش نام شیکس گرفتم ولی مدلش نوشتم میکنم. گفتم مربع آن دوازده واحد از خودش بزرگتر باشد. مربع یعنی x مربع دیگه سه پس x مربع ما و شما باید مساوی شود و از خودش دوازده واحد بیشتر باشد. یعنی x جمع دوازده. پس مربع عدد از خود عدد دوازده واحد بیشتر باشد پس x مربع مساوی است با x جمع دوازده این معادله چی است رو باید کار کنیم یک معادله چی است شاگرد از یک معادله درجه دوم است آفرین معادله درجه دوم چی رقم کار میکنیم فعلا یاد نداریم فقط فهمیدیم معادله درجه دوم چی است خب گفته ایر جوابش دریافت کو گفتیم اگر یادتان باشد گفتم یکی از راه های حل معادله چی است حد زدن است شما یک عدد حدس بزن قیمت گذاری کو اگر تساوی برقرار شد میگیم او جواب معادل ما و شما هست اگر نشد میگیم جواب مدل ما و شما نیست به عنوان مثال هم میتونی ری استاندارد کنی هم ده دهمی مثال بونی فرق نمیکنه دهمی سوال قیمت گذاری کنه جوابش اگر جواب باشه مساوی باید چی شوه برقرار شوه خب بیایم چک کنیم شکر عزیز ما قیمت گذاری میکنیم به عنوان مثال جواب میگیم یک اگر یک بگیریم جواب میشه یا نمیشه می یک ما میگیرم یک خب اگر بجای یک x یک قیمت گذاری کنیم چی میشه شاگرد عزیز میشه یک مربع مساوی است با در جای x یک مانیم یک مربع مساوی است با یک جمع 12 یک جمع 12 صحیح است خب چند میشه یک مربع میشه یک یک جمع 12 میشه 13 پس در نتیجه یک آیا مساوی است با 13 میگیم نه خیر مساوی نیست پس یک مساوی با یک جواب ما و شما نیست اگر جواب باشه باید مساوی برقرار شود صحیح است x میمانیم دو آیا جواب ما شما امید دو جواب ما و شماست بریم ببینیم مساوی برقرار میشه یا نمیشه به جای دو بان دو مربع دو به توان دو مساوی است با دو جمع 12 خب دو مربع چند میشه دو به توان دو میشه 4 آفرین دهی بر چی میشه دو جمع 12 میشه 14 آیا 4 با 14 مساوی است میگیم نه خیر پس x مساوی با دو جواب ما و شما نیست x مساوی با 3 جواب ما و شما میشه چک کنیم سه مربع چرا سه مربع نوشته می چون به جای x قیمت گذاری می کنیم درست است شاگرد عزیز x سه ماندیم هر می بینیم در معادله سه باید قیمت واسه کنیم سه مربع مساوی و با سه جمع 12 سه جمع 12 خب سه مربع چی میشه شاگرد عزیز سه مربع میشه 9 مساوی آیا با سه جمع دوازده چند میشه 15 میشه آیا 9 با 15 مساوی است میگیم نه خیر پس هم جواب ما شما نشد x مساوی با 4 بریم چک کنیم به جای x با 4 قیمت واسه کنیم صحیح پس میشه 4 مربع مساوی است با 3 جمع 3 میگم 4 جمع 12. چون 4 واسه کردیم دیگه صحیح پس 4 جمع دوازده بریم چک کنیم y مساوی میشه 4 مربع چند میشه 4 مربع 4 چار 16 آفرین شانزه آیا مساوی با چهار جمع دوازده رو جمع بسازید یا مثبت است یا مثبت است میشه شانزه چند شد شانزه شانزه با شانزه مر... مساوی بله پس یک تا از جواب معادله ما شما چند شد ایکس مساوی است با 4 پس این معادله رو ما کار کردیم جوابش دریافت کردیم چند 4 دریافت کردیم پس این روشی که ما شما در معادله کار کردیم به این میگیم روش آزمون و خطا یعنی ما شما خدمت گذاری میکنیم چک میکنیم ببینیم درست است یا غلط است ولی روش مناسبی نیست چون ما شما ممکنه یعنی ایکس مساوی با 4 جواب ما شما نباشه جواب ما شما باشه مثلا ایکس مساوی است با سی یا 40 بعد ما از یک تا 40 باید پیش بریم که خیلی زیاد میشنه پس ما و شما نمیتونیم یک معادل رو به آسانی کار کنیم و جوابش رو دریافت کنیم پس روش های دیگه ما نیاز داریم ولی خب این معادل رو فعلا تا نیستیم کار کنیم سایست یک روش دیگه چی است حد زدن تو باید حد بزنی که بجای چه عدد قیمت گذاری کنیم خب ما امیر حد زدیم گفتیم یک ماندم دیدیم نشد دو ماندم نشد و چهار که ماندم شد جواب چند شد چهار شد خب سوال یک نقطه بید. دو نقطه بسیار مهم است شاگرد عزیز سوال اول جواب بده در معادلات درجه اول یک مجهوله یا یک متحوله ما شما فقط معادله کار میکردیم یک تا جواب دریافت میکردیم درست است اما در معادلات درجه دوم شاگرد در معادلات درجه دوم ما و شما علاوه بر که یک جواب ممکنه یک جواب داشته باشیم ممکنه یک جواب دیگه هم داشته باشیم یعنی یک یک تا غیر چهار یک عدد دیگه هم دریافت کنیم که دیگه وقف کنیم و چی شوه و جواب مفاوی شوه یعنی مساوی برقرار شوه جواب باشد صحیح است پس معادلات درجه دوم میتونه دو تا جواب داشته باشد میتونه یک تا جواب داشته باشد میتونه هیچ جواب نداشته باشد البته در ساحه اعداد حقیقی حالا ما و شما بازی اینو میخوانیم باز, باز معادلاتی که ما و شما میخوانیم میگیم جواب ندارد در ساحه اعداد مختلف جواب دارد و رو باز در سنفای بعد میخوایم. فعلا که ما و شما سنف نهم هستیم میگیم معادلات درجه دوم یک متحول و یک مجهوله ممکنه دو تا جواب داشته باشد ممکنه یک تا جواب داشته باشد ممکنه هیچ جواب نداشته باشد سیست خب شاگرد عزیز به عنوان مثال امیز سوال ما و شما دو تا جواب داره یک تاش x مساوی با 4 یک تای دیگه چند است x مساوی با منفی 3 دقت کنید x مساوی با منفی 3 منفی 3 رو واسه x ها چی میشه منفی 3 مربع منفی سه جمع 12 پس میشه منفی 3 مربع مساوی است با منفی 3 جمع 12 خب منفی 3 مربع چند میشه مربع منفی خلاص میکنه میشه مثبت 9 آفرین مساوی با منفی سه جمع دوازده چی میشه؟ هم علامه نیستند از هم کم میشه دوازده و سه کم کن میشه نو علامه عدد بزرگتر یا میشه مثبت نو مثبت نو با مثبت نو مساوی است پس این معادل ما شما دو تا جواب دارد یک تا چند است؟ یک تا چهار شد و یک تا دیگه چند شد؟ x مساوی است با منفی پس دیدیم که معادله درجه دوم ممکنه دو تا جواب داشته باشد ممکنه یک تا داشته باشد و ممکنه هیچ جوابی نداشته باشد درست است شاگرد عزیز با مثال یک معادله درجه دوم بگیم که هیچ جواب نداشته باشد و با ما شما به شک میگه عددی را دریافت کنید که مربع آن جمع 5 شود و مساوی با صفر شود صحیح پس عددی را دریافت کنید که مربع آن جمع 5 شود پس x مربع جمع 5 و مساوی با چند شود؟ صفر شود. این معادله هیچ جوابی ندارد چرا شاگرد عزیز چون هر عددی که ما و شما وضع کنیم ده اینجا قیمت گذاری میکنیم دیگه نه بجای ایکس یک بار یک مربع میشه یک جمع پنج میشه شش هیچ وقت صفر نمیشه این بار کی صفر میشه زمانی که ان x مربع جوابش چند شوه منفی پنج شوه که کدوز مثبت پنج جمع شوه و شوه صفر ولی هیچ وقت یک عدد تو مربع کنی هیچ وقت منفی نمیشه چون مربع مثبت میشه منفی را مثبت میکنه مثبت هم باشه مثبت میشه صحیح است پس این معادله هیچ جوابی ندارد پس ما معادله داریم درجه دوم که جواب ندارد مثل از این میتونه دو تا جواب داشته باشد و معادله داریم که میتونه یک تا جواب داشته باشد درست است خب حالی شاگرد عزیز معادله با ما شما میتونه چه رقم میره کار کنیم درس های بعد که بخیر ما شما میخوانیم که معادله درجه دوم چه رقم ما و شما کار کنیم خب برای حل از, از این معادله روش های زیادی داریم که ما شما ان شاء الله بخیر درس های بعد ما یار میخوانیم درست است شاگرد عزیز خب شاگرد عزیز و گرامی پس عنوان دوم درسم خواندیم حل معادلات درجه دوم یک متحوله یا یک مجهوله درست است اما کارخانگی کارخانگی چی است تمرین های صفحه 178 و 180 کتاب حل کنید و به ما روان کنید از طریق واتساب اپ نمبرش هم 20964, 780, 255, 413. شاگرده عزیز و گرامی پایان درس اول از فصل هفتم درست است؟ خب شاگرد عزیز درس امروز ما شما خلاص شد خب شاگرد عزیز و گرامی مانده نباشین بخیر باشین وقت خوش خدا فستان